قالیباف صبح روز شنبه 26 آبان ماه در همایش موسوم به تأمین مالی تولید به نقش بانک‌ها در تولید تورم اعتراف کرد. هرچی هم بعد به شما فشار میاریم که آقا بنگاداری نکنید، باز هم بنگاداری کنید، چون درد چیز دیگه است. میخوان تورم رو جبران کنید. یعنی نگاه کنید، پس بانک‌ها خیلی مهمن. خودشون تورم تولید میکنن، خودشون گرفتار تورم میشن، دو مرتبه خودشون باید بیان تورم رو حل کنن. خب پس باید یه جایی بشینیم از این لوپ بی خود بیان بیرون. برای بررسی نقش بانک‌ها در تولید تورم و خروج سرمایه از کشور همراه هستیم با آقای فرهاد رضانیا، کارشناس امور اقتصادی. آقای رضانیا با سلام و خوش آمد به شما. ارزیابیتون در رابطه با همین صحبت‌های قالیباف چی هستش که میگه بانک‌ها خودشون تورم تولید میکنن، خودشون هم گرفتارش میشن و خودشون هم باید حل کنن؟ بفرمایید. بله، منم سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت همه بینندگان شما. درود میفرستم به همه کانون‌های شورشی در سر تا سر کشور و ادای احترام میکنم به همه شهدای قیام آبان که الان پنجمین سالشو داریم میگذرونیم. بله، خدمت شما که عرض کنم یه قسمتی از حرفاش درسته، یه قسمتش هم دجالیت آخوندیه، در این که این بانک ها پول تولید میکنن، پول خلق میکنن و تورم بالا میره. این نکتهش، یه قسمتش درسته، ولی واقعیت قضیه اینه که بانک ها سر خود این کار رو نمی کنن. این بانک ها همش در کنترل مافیای خامنه ای هست و اساسا راه در حقیقت امرار معاش و از امروز به فردا یا از این ستون به اون ستون کردن رژیم از کانال همین سیستم اقتصادی و همین بانک ها می گذره. خدمتتون که عرض کنم این رژیم نفت و با زیر قیمت جهانی قاچاقی این ور اون ور میفروشه. پولی که از فروش این نفت به دست میاره میشه یه چیزی حدود 40%، مثلا 40% قیمت اصلی بازار نفت که بهش برمیگرده. ولی همینطور که این روغنی زنجانی رئیس سابق سازمان برنامه بودجه مدتی پیش گفت، هیچی از این پول وارد گردش و وارد خزانه دولت یا وارد بودجه نمیشه. اینا مستقیما همه میره توی بیت خامنه ای و از اونجا صرف به طور اصلی صرف دستگاه سرکوب میشه، صرف صدور تروریست میشه، صرف تامین مالی حزب الله لبنان و حشد شعبی و حوثی ها و حماس و اینا میشه و هیچیش وارد در حقیقت وارد بودجه یا وارد برای مردم ایران خرج نمیشه. دولت باید چه کار کنه؟ دولت توی همین بودجه‌ای که میده با کسر بودجه شدید روبرو هست. باید حقوق کارمندا، حقوق معلما، حقوق پرستارا، اینا رو باید پرداخت کنه و پولی برای این کار نداره. همونطور که گفتم سرمایه های مردم وقتی که نفت و گاز رو میفروشن مستقیم وارد خزانه خامنه ای میشه. برای پرداخت این حقوقا باید چی کار کنه؟ میگه من میرم از بانک ها قرض میگیرم. بعد به جایی که بره سراغ بانک مرکزی میره سراغ این بانک ها. این بانک ها هم پول ندارن که بخوان به اون بدن، که پول رو خلق میکنن، از سایه پول خلق میکنن و میدن به دولت. همزمانی که این پول چاپ میشه، همزمانی که به مقداری که اینا پول خلق میکنن و در اختیار دولت میذارن برای که مثلا حقوقا رو پرداخت کنه، به همون میزان تورم هم میره بالا. اینا برخلاف گفته قالیباف تورم رو رفع نمیکنن، بلکه باز پول خلق میکنن و با خلق کردن پول باز دوباره تورم میره بالاتر. حالا این نکته قابل توجهه که اگرچه که این قالیباف با دجالیت این از این قضیه به عنوان موزل نامی برای بقیهشون هم میکنن، ولی این در حقیقت راه درآمدزدایی و راه در حقیقت ستم کردن به مردم ایران هم هست براشون. به چه معنی؟ به این معنی که حساب کنید که یکی از هموطنان اون یه سپرده‌ای در بانک داره که این سپردهش قراره مثلا، حالا میگم به طور معمول میگن 20% سود سالانه بگیره.
این سود سالانه از مقدار رشد تورم کمتره. یعنی سر سال اگر که این بانک سود بهره پول سپرده هموطنمون رو بده، هموطنمون سود که نکرده، هیچی ضررم کرده، چون رشد تورم همونطور که گفتم بیشتر از این 20% نرخ سود بوده. در نتیجه اینا براشون هم کاسبی هست. حالا به هموطنانمون که کارگر و کارمند و حقوق بگیر هستن، حقوقی که به اونا میده از رشد تورمی که خودش تولید کرده پایین تر هست. در نتیجه برای اینا درآمد زدایی هم هست برای آخوندها، برای رژیم آخوندی و برای مافیای خامنه‌ای، همزمانی که تمام خرجش بر گرده مردم ایرانه. اینی که بخوام، اگر که بخوایم حرفای که قالیباف الان زده و بقیهشون هم از این حرفا میزدن، رئیس بانک مرکزیشون هم گفته که این بانک ها نباید بنگاهداری بکنن از این حرفا، اینا فقط برای ردگم کردنه، چون که این بانک‌ها هیچ کدوم این کارو سر خود نمی‌کنن، بلکه اینا تماما در کنترل مافیای خامنه‌ای و آخوندهای حاکم هست و اراده سیاسی پشت این قضیه هست برای واقعا به توبره کشیدن خاک کشور و برای به غارت بردن اموال مردم ایران. بله آقای رضایی، شما از نقش بانک ها در ایجاد تورم و اینا گفتید. حالا در ایران تحت حاکمیت به اصطلاح نظام آخوندی، این بانک ها چه نقشی در صدور سرمایه به کشورهای دیگه دارن؟ بله، این بانک ها به طور اصلی این هست که معاملات خود رژیم هست، معاملات رسمی هست، اینا از طریق همین بانک ها انجام میشه. معاملاتی هم که به اسم ارز برای واردات و مثلا بخش خصوصی، که همه هموطنان رو میدونن چیزی به اسم بخش خصوصی وجود نداره، همش دم و دستگاه خود خامنه‌ای هست، ولی همون پولی هم که به عنوان مثلا برای خرید ارز برای وارد کردن این جنس و اون جنس تعلق میگیره، اینا هم از طریق همین بانک ها رد میشه. به علاوه این که پولایی که هموطنانمون میخوان یه مقداری پول بفرستن ایران، یا یکی میخواد از ایران $1,000 بفرسته خارج از ایران که مبالغ جزئی هست، حتی اونا هم از همین کانال رد میشه. حالا منتها یا اول به یکی از بانکای کشورهای همسایه منتقل میشه از طریق بانکای رژیم، و بعد از اونجا از طریق بانکای اون کشورها به مقصد میرسه، یا اینکه در حقیقت مستقیم با همون کشور مقصدش همون کشورهای همسایه هست. در همه این موارد این کاریه که این بانک‌ها میکنن. علاوه بر این این بانک‌ها یک خاصیت دیگه‌ای که برای رژیم دارن، برای مردم و برای اقتصاد کشور که خاصیتی ندارن، ولی خاصیتی که برای رژیم دارن پولشویی هست، دور زدن تحریما هست. اگر که یه بانکشون و یه بانک بزرگشون رو شامل تحریم بشه، یه بانک دیگه درست میکنن که مثلا از طریق این بانک به پولشویی و رسوندن پول به حزب الله و حوثی ها و این ور اون ور مشغولش باشن. در کلیتش اینه که این بانک ها اساسا با این هدف درست شدن، و به همین دلیل هم است که رژیم اساسا براش قابل قبول نیست که شفافیت بانکی داشته باشه. برای همین هست که الان سال هاست که حاضر به امضا کردن AFTF نیست، در حقیقت به امضا کرد و شفافیت دادن به فعالیت های بانکیش، به دو دلیل. یک، این که از نظر اقتصادی اکثریت این بانک ها ورشکسته هستن، اساسا خاصیت بانکی ندارن غیر از در حقیقت بالا کشیدن اموال مردم. قسمت دیگرش اینه که در تأمین هزینه های تروریست، در تأمین هزینه های گروه های نیابتیش در منطقه از این بانک ها استفاده میکنه. این که به هیچ وجه حاضر نیست که هیچ نوع شفافیتی در این مورد نشون بده. یه نکته کوچیکم که من باید اشاره کنم، توی همیشه هست توی این مطبوعات و توی این رسانه ها و اینا که به خاطر هجوم برای خرید دلار، قیمت دلار
اینقدر و اینقدر مثلا بالا رفته. من حساب میکردم که این در حقیقت مهمه، که البته اگر همه هموطنان اونم بخوان در حقیقت اموالشون رو به دلار حفظ کنن، کار غلطی نیست، چون که ریال و سیستم اقتصادی رژیم اساسا قابل اطمینان نیست. اما حتی اگر که 80 میلیون ایرانی نفری هزار دلار هم بخرن در یه روز، حجمش در مقابل حجم مبادلات ارزی که انجام میشه در یه سال یه چیز ناچیزی خواهد بود. یعنی قسمت اعظم این بالا رفتن قیمت دلار و سقوط ارزش ریال در دست خود رژیم و خریدارای اصلی دلار هم اونایی هستن که میلیاردها میلیارد ثروت دارن، یعنی نفرات خود رژیم، سران خود رژیم، مفتخورهای رژیم و از این قبیل. اینه که بالا رفتن قیمت دلار به خاطر هجوم 80 میلیون ایرانی، حالا میگم اگه حتی همه 80 میلیون ایرانی نفری هزار دلار هم بخوان بخرن، حجم ناچیزی خواهد بود در مقایسه با مقدار کل تبادل ارز. بله، با تشکر از شما آقای فرواد رضانیا، کارشناس امور اقتصادی، که وقتتون رو به ما دادید و به سوالات ما پاسخ دادید. تشکر میکنم، وقت شما بخیر. خواهش میکنم، خدا نگهدار.